دوستان، من ایمیل های از شما دریافت کردم، سوال های بسیاری بود. برنامه ما راجع به ایران باستان هست، اما از اونجایی که ایمیل های بسیار فراوانی از شما گرفته بودم که کمی درباره تاریخ ادیان صحبت بکنیم، این برنامه رو من میخوام در واقع اختصاصش بدم به تاریخ دین اسلام و دین‌های در واقع که شباهت به او داشتن و قبل از دین اسلام بودند. پیش از اون باید عرض کنم که این بحث‌ها بحث‌های علمی هست در تاریخ ادیان. بنابراین افرادی که به هر دلیلی دوست ندارند این مسائل رو بشنوند، در واقع مجبور نیستند که اینها رو بشنوند و من در واقع برنامه‌هایم و روش کارم برای یک عده معدودی از افراد هست، از کسانی که صاحب نظر هستند و برای عموم مردم نیست. من نمیخوام که لایک بگیرم یا در واقع تعداد پخش های ویدیوها یا فیلم ها و یا دیده ها زیاد بشود، دیدن ویدیوها زیاد بشود. این بحث ها بحث های سنگینی است و اگر دوستانی به قول معروف دوست ندارن، مایل نیستن که ببینن. اگر ما میخواستیم که برنامه هامون رو پاپیولار کنیم و مردمی کنیم، در واقع به جای بحث های سنگین بهتر بود که راجع به قول معروف باسن خانم کیم کارداشیان صحبت کنیم. بنابراین ما اون بیش از همه لایک می گرفت. بنابراین این بحث ها بحث های است علمی و اگر که دوستانی علاقه ای ندارند، مجبور نیستند که اینها رو ببینند. ما این بار برپایی با وجود از آنجایی که در واقع یک بخشی از تاریخ ایران باستان گره می خورد به حمله اعراب و آن تحولاتی که در عربستان انجام شد، ما این تحولات رو بسیار عمیق امروز می خواهیم بررسی کنیم. امیدوارم که فقط ما وقت کافی داشته باشیم که به ماهیت و چند و چون در واقع دین اسلام بپردازیم و اینکه این دین چگونه پیدا یافت، پدید آمد، این گونه این دین در واقع هستیش و چیست و چیستیش و چگونگیش در واقع چگونه است و اون رو ما بررسی بکنیم. این بسیار مهم است از نظر ساختارشناسی که ما بدانیم در چه فضای فکری این دین پدید آمد و پیش از آن چه باورهایی در واقع وجود داشته است در عربستان و در کشورهای در واقع می شود گفت که مجاور آن. این از این نکته این بسیار مهم است. من به طور کلی باید به شما بگویم که دین اسلام در واقع دینی است که اصلاح شده دین قبلی اعراب در دوران جاهلیت بوده است. دین اسلام به هیچ وجه دین جدیدی نیست، یعنی در واقع دین اسلام دینی نیستش که در واقع یک نفر اون رو پدید آورده باشد. دین اسلام و تمام سنن آن قبل از محمد پسر عبدالله وجود داشته است و حتی نام پدرش، نام محمد، نام پدر محمد که عبدالله است، در واقع این رو نشان می‌دهد. آنچه که مهم است این است که من یک گذری بسیار عمیق به خود کلمه الله و باورهای اعراب باید داشته باشم. الله در دوران پیش از اسلام یا الاله، الهه ماه بوده است. الهه ماه الهه‌ای بوده است که سه دختر داشته است در برپایه اسطوره های عرب، که اینها لات و منات و عزا بودند و برای این سه دختر در واقع بت‌های ساخته می شده است و در خانه کعبه گذاشته می شده است و کعبه در واقع بت‌خانه اعراب بوده است و منبع درآمد آنها، منبع تجارت آنها، همون چیزی که تا امروز هم ادامه دارد، یعنی در واقع تجارت مذهبی هست، یک نوع از فعالیت‌های مالی که اعراب می‌کنند و مخصوصا تا قبل از پدید آمدن نفت در واقع تنها منبع درآمد آنها بوده است. الله یا این الهه ماه که در واقع در عربستان وجود داشته است، پیش از آن نیز در بخش هایی از ملت های دیگر که الهه های گوناگونی داشتند به الهه ماه باور داشتند.
منتها اون مطلبی که نکته ظریفی که در این هست این است که در دینهای پیش از اسلام و در دینهای مصر باستان، در دین بابل باستان و در دینهای بسیار کهن ایران باستان، مانند دین میترائیسم، در واقع ماه سمبل اهریمن بوده است. ماه و جنگ آن با خورشید که سمبل اهورا بوده است در تخت جمشید به نمایش کشیده شده است، در واقع سنگ نگاره های تخت جمشید. بنابراین در دین مهر باستان ما یک خداوند زمان داشته ایم که این خداوند بالاتر از همه ایستاده بوده است و زروان حکب نهب زبان اوستایی یا زمان بی کرانه نامیده می شده است و همچنان دو نیرو که یکی نیروی خیر بوده است که سمبل آن خورشید و شیر بوده و نیروی دیگر نیروی پلیدی که سمبل آن در واقع گاو و ماه بوده است و این دو نیرو دائم در نبرد بودند. نبرد بین خورشید و نبرد بین شیر و در واقع گاو که در تخت جمشید به کشیده شده است این سنگ نگارش، سمبولی است از نبرد این دو نیروی جهان که دائم در نبرد با هم هستند و نبرد نیروی خیر و شر. برخی ملت ها پس از این دین کهن باستانی تابع نیروی خیر شدند و در واقع به شیر و خورشید در واقع اهمیت بیشتری دادند، تا جایی که دین های پدید آمد مانند در واقع و آیین ها و فلسفه های پدید آمد مانند فلسفه زرتشت که بر پایه نیک اندیشی، نیک گفتاری و نیک کرداری است. یعنی مردم های گوناگون بر اثر باطن خودشون، بر اساس ذات خودشون و بر اساس ساختار روانشناسی خودشون در واقع اون نیکی رو برخی برگزیدند و برخی بدی رو. نیکی آن بود که در ایران باستان سمبولش شد اهورا و بدی آن بود که سمبولش شد اهریمن. و بعدها البته در دین کهن، در دین مهر باستان سمبولی بود بسیار چند بعدی به نام آناهیتا یا الهه ماه، که آناهیتا یا الهه ماه که هرچند یکی از خیشکاری هایش در واقع یا اردوی سور آناهیتا که در اوستا آمده است خیشکاری‌هایش الهه یا مسئولیت‌هایش الهه آبها بوده است، اما سمبولی بوده است برای پیروزی و مرگ و کشتن دشمن، برای همین که در جنگ‌ها از اون استفاده می‌شده است. آناهیتا معادل در واقع معادل هندی شیوا هست و شیوا و آناهیتا در واقع به یک گونه هستند و یک گونه خیشکاری دارند. شیوا و آناهیتا هر دو سمبولشان ماه و هلال ماه هستند. شیوا و آناهیتا هر دو روی شیر نشستند، یعنی سمبولشان آن است که بر نیروهای خوب پیروز شدند و شیوا و آناهیتا هر دو الهه بودند که به شدت در واقع در موقع های جنگ الهه بودند که باعث مرگ و کشتار دشمنان می شدند، به طوری که در هند باستان سنت ساتی بوده است که حتی بیوه زنان را قربانی شیوا می کردند. و این در واقع الهه شیوا و معادلش آناهیتا، یا که در واقع بخشی از وظایف اینها وظایف اهریمنی بوده است، سمبولشان ماه و گاوی بوده است که در واقع بر شیر پیروز می شده است و روی شیر می نشسته است. این سمبول رو ما در تمدن هیتی ها میبینیم، این سمبول رو ما در حتی در آکاد میبینیم به نام سین، خدای ماه که اون هم سه دختر داشته است، و همچنین در واقع آن رو در مصر باستان به نام آیسیس میبینیم که او هم با ماهی، با هلال ماهی مشخص شده است و با ماری دقیقا عین شیوا که با مار و هلال ماه بود، در آیسیس هم با ماه و هلال ماه و مار به تصویر کشیده شده است. الله سمبولی است از آیسیس. الله مانند سین است، الله مانند
بعضی از خیشگاری های یا مسئولیت های شیوا را داشته است. الله تا پیش از اسلام خداوند مرگ، خداوند کشتار و خداوند نیروهای پلیدی بوده است. برای الله در واقع دختران کوچک را قربانی می کردن. چون الله در الله پیش از اسلام در واقع تشنه خون بوده است. همان گونه که برای شیوا در واقع زنان را قربانی می کردن. الله سمبولش هلال ماه بوده است، همان گونه که سمبول شیبا هلال ماه بوده است، همان گونه که سمبول آیسیس هلال ماه بوده است و همان گونه که سمبول آناهیتا هلال ماه بوده است. البته آناهیتا گونه خفیف شده آن هست و آناهیتا به آن در واقع خشم و خوناشامی شیبا یا در واقع آیسیس و الله باستان نبود. به هر روی شما این توضیحات لازم بود که ما بدانیم که در چه فضای فکری و در چه فضای فرهنگی بود که اسلام در واقع پدید آمد و این بسیاری از خصوصیات این دین در اسلام کنونی نیز باقی است و کاملا اصلاح نشده است. آنچه که ما در واقع من از دوستان خواهش میکنم که عکس‌های شماره 10 تا 42 رو نشون بدن که ما به سرعت درباره اینها صحبت میکنیم. بله، در عکس شماره 10 دوستان سین رو میبینن که خدای اکدی هست، بالا هلال ماه رو میبینید و سه دختر او که همین سه دختری است که بعدها سه دختر الله شده بودن به نام لات و منات و عزا. لطفا عکس بعدی رو دوستان نشون بدن. بله، در اینجا ما آیسیس رو میبینیم. همونطور که میبینید آیسیس هم سمبولش هلال ماه هست و یک ماری که از هلال ماه بیرون اومده است. این سمبول رو دوستان با عکس این همه گونه دیگری از آیسیس هست، این سمبول رو دوستان با عکس شیوا بعدن مقایسه کنن. این هم باز هلال ماه هست. بله، این آناهیتا هست که همونطور میبینید پیروز بر نیروهای خوب یا شیر روی شیر نشسته و هلال به دست دارد. این هم باز اینها در دوران ساسانی هست. بله، همونطور که میبینید این در واقع در موزه سکلرز هست و هلالی هست که نشون داده میشود که اون سمبول آناهیتا هست که در واقع باعث کشتار و کشتن دشمنان می شده است. عکس بعدی رو لطفا نشون بدن دوستان. اینجا شما شیوا رو می بینید. این عکس رو، این عکس بسیار مهم است. همون گونه که می بینید شیوا مانند آناهیتا بر روی در واقع ببر نشسته است. ببر در هندوستان سمبل نیروهای خوب است، مثل شیر در ایران. پس بر نیروهای خوبی پیروز شده است. ماری دور گردنش است مانند آیسیس و از همه مهمتر و آن چیزی که مهم است آن است که شیوا دورش هلال ماهی دارد و عصایی در دست دارد که آن عصا همونطور که میبینید یک چنگک سگانه هست که در بالا سمت راست نشان داده شده است. این چنگک سگانه همان است که بعدا حرف الله رو نیز با بدین گونه نوشتن تا بدین گونه نمادش شود. یعنی حروف عربی رو به گونه ای نوشتن تا این چنگک به وجود بیاید. لطفاً این چنگک چنگک مرگ هست. اینجا هم مجسمه شیوا اگر اشتباه نکنم در بنگلور هندوستان هست که شما میبینید در دست راستش آن چنگک مرگ رو در واقع به دست دارد که با آن دشمنان رو میکشد. به شباهت بین اون چنگک و کلمه الله و حتی آرم جمهوری اسلامی که الان در پرچم است توجه بفرمایید. عکس بعدی رو لطفا. بله، این آن چیزی است که ما در تخت جمشید میبینیم و در دین مهر کهن باستان بوده است. در دوران هخامنشیان از اونجایی که هنوز عقاید میترایی بسیار قوی بوده است ما میبینیم نبرد بین شیر و گاو رو، نبرد بین نیروهای خوب و بد. گاو، شاخ گاو نیز سمبولی از هلال ما هست و سمبولی از نیروهای بد و سمبول خورشید، سمبول شیر خورشید است که نمادی است از نیروهای خوب که در پیکار دائمی با هم و اینها در واقع اصول دیالکتیک فلسفی تز و آنتی تز هگل در واقع همان است که در فلسفه کهن ایران در کتاب گاهان زرتشت و همچنین کهن‌تر از آن در آیین کهن میترایی به آن باور داشتند. عکس بعدی لطفا. در اینجا ما در که در واقع از یک مهرابه یا مهرکده مرکز آیین مهر به دست آمده است میبینید که گاوی را قربانی کردند. آن چون دین مهر طرفدار نیروهای نیک بوده است و سمبولش شیر و خورشید بوده است، در آنجا میترا و در کنارش خورشید در واقع آمدند و گاو را که سمبول نیروهای بد بوده قربانی کردند. لطفا عکس بعدی.
بله در اینجا هم همون است، میبینید که این دوتا کناره همه، باز اینجا میترا که سمبولی از پیک از خورشید است. میترا دقت کنید خورشید نیست، میترا پیک خورشید است که برخی اوقات در انسانها حلول میابد و تجسم میکند، تجسم میابد بر طبق اعتقادات میترایی. و اینجا باز پیروز بر گاف سمبول نیروهای بد است. و به مار هم توجه کنید لطفا، عکس بعدی. در اینجا باز از مهرابه وجود آمده است، اینجا میترا به عنوان نماینده خورشید در سمت چپ، گاو رو که نماینده ماه در بالا سمت راست است بر آن پیروز می شود. و در واقع این اصل فلسفه میترایی، نبرد میان دو نیروی نیک و بد است. لطفا عکس بعدی. بله در اینجا یک سکه است که از دوران هخامنشیان به دست آمده است. این سکه بسیار مهم است، اولا که ثابت می کند که خط در دوران هخامنشیان تنها خط میخی نبوده است و ما خطی که در واقع خطهای خرشتی به آن میگویند کهن آریایی رو در زمان هخامنشیان داشته ایم. دوم اینکه باز همونطور که میبینید گاو و اینجا در اینجا شیر بر گاو یا نیروهای نیک بر بد پیروز شده است و این باور میترایی در دوران هخامنشیان نیز بوده است. لطفا عکس بعدی. اینجا سکه طلایی است که از لیدیه به دست آمده است. این سکه برای کهن‌تر از دوران هخامنشیان و بر دوران ماد است و نشان می‌دهد که اعتقادات میترایی در مخصوصا در آسیای صغیر، آناتولی که مرکزی بوده است از هیتی‌ها، مادها و اقوام ایرانی، در آنجا نیز وجود داشته است. نبرد بین شیر و گاو رو در روی اولین سکه‌های طلایی که در جهان ضرب شده است رو شما در اینجا می‌بینید. لطفاً عکس بعدی. باز همینجا سکه طلا و نقره رو میبینید که هر دو نبرد بین این دوتا هست. بعدی در اینجا این عکسی هستش که در واقع از حوزه باستانشناسی ایرانویچ یا BMAC، یعنی در حدود بین 5 تا 7 هزار سال پیش به دست آمده است. و باز اونجا این عقاب دو سر که نمادی از دو نیروی خیر و شر است، میبینید که یکی بر گاو پیروز شده است و یا یک گرازی است که پیروز شده است، گراز هم گهگاه به جای گاو به کار میرفته است، و دیگری بر حیوان گربسانی که گویا شیر یا ببر است پیروز شده است. این نماد آیین‌های میترایی در ایران کهن در دوران ایرانویش حتی در مجموعه باستانشناسی BMAC است. لطفاً عکس بعدی. در اینجا باز هم اونجا نماینده ای از آناهیتا هست و نشان میدهد این دیدا، این آیین کهن و باور به آناهیتا حتی از 7000 سال پیش در حوزه تمدن ایرانویش وجود داشته است. عکس بعدی لطفاً. در اینجا بازسازی شده در واقع خانه های اون دوران تمدنی ایرانویش هست و قصرها و قلعه های اونجا. این عکس ها لطفاً عکس بعدی. این هم یک بازسازی دیگه هست که در کشفیات آقای سریانیدی به دست آمده است. لطفاً عکس بعدی. عکس بعدی، اینا همش همون هست. این نقشه پلن هوایی اون تمدنی است که در نزدیکی مرو پیدا شده است، در تپه گنور در ترکمنستان، که نشان از ساختارها و سازه‌های بسیار پیچیده شهری در حدود 5000 سال پیش در ایرانویش یا سرزمین نخستین ایرانیان در کنار مرو نشان می‌دهد اینها رو. لطفاً عکس بعدی. این هم همان است که نشان دهنده سیستم های شهری پیشرفته است. و این کلمه الله و آن چنگک شیوا رو که در قبلا دیدیم رو با هم مقایسه بکنید. و بعد عکس بعدی. بله اینجا ایشتار هست. در واقع ایشتار هم سمبولی بوده است از اون الهه نیروهای بد و ماه. و میبینید که باز اینجا در حتی در بابل باستان و آشور باستان، در واقع آشور باستان، به اینها اعتقاد داشتن. عکس بعدی. اینجا شیوا هست در هندوستان. عکس بعدی. اینجا پرچم آیسیس هست که شما به ماه روی این پرچم و نامش آیسیس و شباهت این نام با آیسیسی که در واقع در مصر باستان بوده است نیز توجه کنید. همان گونه که آیسیس مصر باستان ویرانگر بوده است، این کاری است که الان آیسیس عصر مدرن نیز انجام میدهد. لطفا عکس بعدی. اینم پرچم کشورهای اسلامی است که روی اکثرشون شما هلال ماه رو میبینید و هلال ماه سمبولی است از نیروهای ویرانگر و کشنده در جهان باستان و سمبول هلال ماه و گاو هر دو سمبول نیروهای پلید است. عکس بعدی اگر هست.
بله اینم من هستم در موزه در واقع باستانشناسی شهر دوشنبه در تاجیکستان که زیر عکس آناهیتا عکس گرفتم. ببینید که شما سمبل در واقع ماه رو در دست آناهیتا در دست دارد که این سمبولیست از غلبه نیروهای پلید. لطفا نشون بدید بعدی رو. بله این برمیگردد به هیتی باستان، حتی جنگ بین شیر و گاو رو همونطور که میبینید در هیت در سرزمین تمدن اقوام ایرانی هیتی باستان و اورارتو هم اینها رو داشتن که برای حدود نزدیک به 4 تا 5 هزار سال پیش است. عکس بعدی لطفا. این هم باز از تمدن هیتی باستان به دست آمده است که بسیار شبیه به اردویسور آناهیتا هست و نشان میدهد که باورهای مردم همگی آریایی بوده است. عکس بعدی. بله اینجا هم شما سمبل دین یهود رو میبینید. من این رو یک اشتباهی هست که باید اصلاح بکنم. این ستاره‌ای که به نام ستاره داوود میگویند که دو مثلث در روی هم هست، این رو مدت زمان زیادی نیست که به عنوان سمبل یهودیت به کار میرود. سمبل یهود اصلی این هست و این شمعدان است یا این هلال ماهی است که توی هم رفته است و روی اون حالا شمع روشن میکردن و این نشان دهنده آن است که در دوران باستان یهوه نیز خدای ماه بوده است و مانند الله مسئولیتش مانند الله بوده و مانند آیسیس بوده و یهوه یا خدای یهودیان نیز چنین خیشگاری رو داشته است. عکس بعدی. اینجا آیسیس هست دوباره با مار و شباهتش به شیوا در هندوستان توجه کنید و اون هلال ماهی که دارد. عکس بعدی باز شیوا و مار. عکس بعدی ببخشید آیسیس و مار. بله و تمام شد عکس. بله عرضم به حضورتون که اینها رو من نشون دادم که شما آگاه بشوید که سمبول که شیطان پرستی یکی از مذاهب در واقع جهان باستان بوده است. این شیطان پرستی وجود داشته است و الله باستان سمبولی بوده است از نیروهای شیطانی و نیروهای پلید که در واقع خواهان خون بوده است، خواهان کشتار بوده است. سمبولش ماه بوده است و سه دختر نیز داشته است به نام لات و منات و عزا. برای همین هم بوده است که در واقع اعراب جاهلی آنها در واقع بچه ها و دخترها رو قربانی الله می کردن، چون الله باستان مانند آیسیس، مانند شیوا و در واقع الهه های دیگری که همانند اونها بوده است الهه مرگ بوده است و در واقع این هلال ماه نیز نمادی از آن بوده است. بنابراین این کارها انجام می شده است. تا به امروز در دین نوین اسلام یک پیش زمینه بود درباره این که چرا اسلام در اسلام ویژگی های شما می بینید که در دیگر ادیان نیست، برای اینکه خدای او خدای اصلاح شده دین کهن شیطان پرستی است و برای همین است که در دین اسلام بسیاری از نیکی ها قدغن است که در دین های دیگر مجاز است، برای اینکه کاملا اون دین جاهلیت اصلاح نشده و خیلی از اونها وارد در واقع اسلام جدید نیز شده است. از جمله تمدن ستیزی اسلامی و در واقع آن چیزی که من به آن تبهش عربی میگویم که در نابود کردن تمدن ها بسیار موثر است. من از دوستان میخواهم که لطف بکنن یک 2 دقیقه از همون فیلم رو در واقع 2-3 دقیقه هست کل این فیلمی رو که من فرستادم نشان بدهم که نشان میدهد چگونه نیروهای داعش در واقع شهر باستانی اشکانی که در واقع شهر ایرانی حترا بوده است رو پس از تصرف نابود میکنند و این نمونه بسیار خوبی است از آن که ببینند اعراب پس از گرفتن ایران باستان چه کردند و در واقع انگار تاریخ دوباره تکرار شده است. دوستان این فیلم رو ببینن تا من توضیحات بعدی رو خواهم داد.
الهلال والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ولقد جهنم للأصنام والحطم حطم أبا عقيل أمريكا وزمرتها فلا بقى عليك بالحق والكذب الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا بالأركب ذوق العذاب جنود الشرك لستها إلا بقايا هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا ذوق العذاب جنود الشرك لستها إلا بقايا الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر حطم حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أبا عقيل أمريكا وزمرتها فلا بقى عليكم. بله دوستان، فیلمی رو که از تصاحب در واقع شهر اشکانی حطرا، شهر ایرانی حطرا به دست داعش بود رو دیدن و دیدن که چگونه این در واقع نیروهای مسلمان داعشی این شهر رو، این مرکز تمدن باستانی رو نابود کردند و چگونه اون رو خورد کردن. افسون بر این فیلم در واقع ما از دوستان من خواهش میکنم که افسون بر این فیلمی که نشون دادن، برای اینکه ما بهتر با ماهیت کارهای این افراد آشنا بشیم، لطف بکنن که عکس‌های 1 تا 9 رو هم نشون بدن. بله، عکس 1 رو میبینید در ادامه همین فیلم، عکسی است که در واقع نیروهای داعش در حال خورد کردن یک مجسمه اشکانی هستند که در واقع میراث فرهنگی ایران است. عکس بعدی باز هم میبینید در یک موزه، این بار موزه فکر کنم عراق باشد و حتی آثار باستانی بابل رو هم در حال نابودیش هستند. عکس بعدی باز هم در یک موزه است که همونطور میبینید اینها در حال تخریب مجسمه ها هستند. عکس بعدی باز هم میبینید که داعشیان چگونه دارن آثار تمدن رو از بین میبرن و این دقیقا تکرار تاریخ است و این دقیقا نتیجه اون توحش عربی بود که پس از اشغال ایران با آثار ایران کردن، با بیش از 1 میلیون جلد از کتابهای ایران کردن و با در واقع آثار باستانی، مجسمه ها، کاخ ها، قصرها و آتشکده های ایران انجام شد. عکس بعدی بله، در اینجا میبینید هم کاری بوده است که انقلابیون ایران میخواستند بکنن در واقع پیش از داعش. در واقع آقای خلخالی که میشود گفت بزرگ داعشیان است و در واقع اگر آقای ابوبکر بغدادی مرده باشد احتمالاً اکنون همنشین آقای خلخالی در جهنم است، کسی بود که اول انقلاب میخواست که تخت جمشید رو با خاک یکسان بکنن. هرچند که در این عکس اگر شما دقت کنید میبینید که اجداد در واقع آقای خلخالی در 1400 سال پیش قبلا صورت‌های مجسمه های تخت جمشید رو نابود کرده بودند و خورد کرده بودند. شما اگر روی این عکس دقت کنید ببینید که در دروازه ملل صورت این دو مجسمه خورد شده است که پس از حمله عرب این رخ داده است و در واقع کاملا مشخص است تعصب مذهبی روی این مشخص بوده، چون صورت در اسلام حرام است. عکس بعدی در اینجا در واقع طیف دیگری از مردمان نادان طالبان
که میبینید که چه کردن با تمدن بودایی در افغانستان و بودای بزرگ رو که در سمت چپ وجود داشت و یکی از بزرگترین بوداهای جهان بود رو اکنون به عکس سمت راست تبدیل کردن که تنها از آن جای باقی نمانده است. باید سپاسگزار بود در واقع به تکنولوژی که سپاس داشت، تکنولوژی رو که امروزه می شود این عکس‌ها رو نگه داشت، وگرنه بچه‌های طالبان پس از 100 سال 200 سال احتمال بود بیان بگویند که نه، اجداد ما کاری نکردن، اجداد ما تمدن برای افغانستان آوردن، اجداد ما هنر، تکنولوژی و علم برای افغانستان آوردن. ولی خدا رو شکر که این بار در واقع ما هنر فیلم برداری و عکاسی اینها رو ثبت میکند تا این در واقع اهریمنیان رو رسوای تاریخ بکند. عکس بعدی در اینجا شما داریوش رو میبینید که چگونه اعراب وحشی پس از اشغال ایران صورت او را و صورت فردی که پشت او بوده است، نگهبانش بوده است را خورد کردند و این دقیقاً به وسیله یک مغز داعشی که در 1400 سال پیش هم انجام شده است انجام شده، یعنی صورت که حرام بوده است را داغون کردند. یعنی چیزی کوچکترین بویی از تمدن، از هنر، از فرهنگ، از در واقع تاریخ، کسی که این کار رو کرده نبرده و یک وحشی تمام عیار بوده است که چنین نیز امروزه نیز داعشیان و طالبان و دیگران اسلامگرایان تندرو حتی در داخل ایران نیز متاسفانه هنوز هستند و چنین میاندیشند. عکس بعدی باز هم میبینید که خورد کردن تصویر مجسمه های ساسانی، ببخشید مجسمه های هخامنشیان هست، در واقع سنگ نگاره های هخامنشیان هست که وسیله اعراب کاملا نشون میده چون تمام سالم است، فقط صورت خورد شده. عکس بعدی باز هم همونطور که میبینید تمام سالم، صورت خورد شده و این صورتگری که حرامه به قول آقایان و اینگونه نتیجهش میشود که آثار تمدن نه تنها ایرانی که بشری رو نابود کنند. عکس بعدی باز هم اینجا همونطور که میبینید داعشیان هستند که مشغول داعشیان که در واقع اسلامگرایان جدید هستند و در واقع میشود گفت که از نوادگان اعراب 1400 سال پیش که به درستی تاریخ رو تکرار کردند و ما پیش چشممون دیدیم که آیسیس الهه مرگ چگونه در قالب داعش تبلور یافت، آنچنان که الله باستان یا الهه مرگ باستان چگونه در دین اسلام باعث در واقع این جنایات شد. اما درباره ساختار و چیستی در واقع دین اسلام از آنجایی که وقت ما بسیار کم است من سعی میکنم کمی توضیح بدهم. پس من پیش زمینه این دین رو گفتم که در الله پیش از اسلام چه اللهی بوده است که خوناشان بوده است، برای او دختر قربانی میکردن و این دین رو تازه محمد پسر عبدالله نرمش کرده است و این باقی مانده است، تازه اصلاح شده است و این در آن باقی مانده است. اما آنچه که در این باقی مانده است نشان میدهد که ارزش‌های اهریمنی پیش از اسلام در این دین باقی مانده. برای مثال از ارزش‌هایی که در واقع ماهیت دین اسلام رو نشان می‌دهد و ماهیت در واقع شیطان پرستی یا الله پرستی باستان رو نشان می‌دهد در به چند نمونه من اشاره می‌کنم. اول اینکه اسلام تنها دین است. من باز اشاره می‌کنم اسلام تنها دین است. باز تکرار می‌کنم اسلام تنها دین است که بردهداری رو به رسمیت می‌شناسد. این که پیامبر یا امامی یکی دو برده را آزاد کرده است از روی مثلا خدمتی به او کرده بوده آزاد کرده، دلیل بر این نیست که اصل بردهداری در اسلام حرام است. نه خیر، اصل بردهداری در اسلام پذیرفته شده است. مسئله بعدی ضدیت با زن و حقوق زن است. در واقع آنچه که دیگر عیان است چه حاجت به بیان است. ضد زن بودن تا به آنجایی است که شما در اسلام میبینید که محدودیت‌های بسیار زیاد پوششی، حقی، حق وراثت، حق پوشش و فعالیت‌های اجتماعی برای زن در واقع وجود دارد و اینها همه نشان از آن دین الله باستان و اون شیطان پرستی باستان است. آن الله باستانی که پیش از اسلام
خواهان خون دختر بچه ها بوده است و دختر بچه میخواسته است تا خونشان را بخورد. پس از اسلام نیز اصلاح شده است، اما آنچنان خونشان را به طریق دیگری میخورد. نکته بعدی که دیگر در اسلام هست در واقع بچه بازی یا پدوفیلیا هست. بچه بازی یا پدوفیلیا که در تمام ادیان مطرود است و شما دینی رو نمیبینید، عملا در سابقه اسلامی وجود داشته است. برای مثال از خود شخص محمد پسر عبدالله که با دختری 7 تا 9 ساله، برخی روایات 7 برخی 9، به هر حال ازدواج کرده است، تا در واقع آقای خمینی که در رسالهشان شهوترانی با ران بچه نوزاد رو مجاز شمردند، در واقع این پدوفیلیا در اسلام وجود داشته و دارد. مسئله بعدی ضد عقل بودن و طرفدار جبر بودن است. از اونجایی که الله باستان در واقع شیطان بوده است و خواهان خون بوده است، بچه ها رو باید براش دختر بچه ها رو قربانی میکردن، الله اسلام نیست پس از اسلام همچنان ضد عقلی و ضد جبری است و اگر چیزی عقلانی در اسلام هست رو اون رو ایرانی ها بعدن اضافه کردن. و اما هرچی که خوش است، از اونجایی که الله باستان دین شیطان پرستی بوده است، بنابراین تمام زیبایی ها و مظاهر زیبایی طبیعت در این دین در واقع قدغن بوده است و بسیاری از اینها در دین اسلام در پس از اصلاحات محمد پسر عبدالله نیز باقی مانده است، از جمله ضدیت با نوای خوش که موسیقی است، ضدیت با هنر که مجسمه سازی و نقاشی است، ضدیت که شما نمونه هاشو در عکس ها و فیلم ها دیدید، ضدیت با خوشی و طرفدار غم و ناله بودن، ضدیت با شادی، ضدیت با جشن ها و طرفدار عزاداری بودن، ضد دیگر اندیشان و نابردبار بودن، ضد تکثرگرایی و پلورالیسم و عدم تحمل دیگران، ضد آزادی و مهمتر از همه ضد آزادی که شما میبینید، این از ویژگی های در واقع یک دین کاملا اهریمنی است که در پیش از اسلام وجود داشته است، در الله باستان که دارای 3 دختر لات و منات و عزا بود وجود داشته است و محمد پسر عبدالله طفلک با تمام کارهایی که کرده است، همه اینها در اسلام هم اکثرش باقی مانده است. بنابراین اسلام دین جدیدی نیست، اسلام از اون سبوعیت در واقع باستانش و از اون جاهلیت اندکی کم شده است. امروزه کشتن دختران و تقدیم خون آنها به الله یا اهریمن باستان یا آیسیس یا شیوا دیگر جایز نیست، بنابراین کمی تازه پیشرفت هم کرده است. اما با همه اینها آنچه که از مشخصاتی که گفتم ضد تمدن بودن، ضد زیبایی بودن، ضد هنر بودن، نشان دهنده در واقع ماهیت و چیستی و چگونگی این آیین‌های اهریمنی است. از جمله سوزاندن همه تاریخ باز هم هست، سوزاندن کتاب ها، بیش از 1 میلیون جلد کتاب، نابودی معماری، نابودی مجسمه سازی که نمونه هاش رو در هم عکسای قدیمیش رو اکنون شما دیدید و هم در واقع تکرار تاریخ که در دوران داعش و طالبان و آقای خلخالی اتفاق افتاد شما آنچنان میبینید. اگر کمی عقلگرایی در شیعه هست، در واقع ایرانیان سعی کردن با شیعه آن اسلام رو کمی عقلگراش کنن، کمی از آن خشونتش بکاهند. برای همینم هست که بسیاری از باورهای باستانی خودشان رو که در واقع باورهای زرتشتی و حتی باورهای دهری و میترایی بوده است رو، اینها رو وارد دین اسلام کردن و دین شیعه رو ساختن و این تشیع در واقع با آن اسلام، مخصوصا اسلام سلفی و وهابیگری، تفاوتاش در واقع تنها به دلیل وارد شدن عقاید ایرانی هست که اون رو از خشونت اون کاسته بشود. از جمله شباهت علی پسر ابی طالب و میترا، اگه شما ببینید علی همواره با شیری نشسته است و کنار شیری هست، همان گونه که میترا همواره کنار شیر بوده است و
نماد میترا شیر بوده است. یعنی در واقع این رو ایرانی ها اسدالله یا شیر خدا رو در واقع نماد علی کردن. از جمله 12 امام ما میدانیم که در ایران باستان از 7 تا 30 و چندی امشاسپند بودن، اما 12 امشاسپند مهم داشتیم که 12 ماه سال رو که تا به امروز نیز باقی است به نام اونها مینامیدن، مانند فروردین، اردیبهشت، خرداد و غیره. و برخی از اینها البته امشاسپند بودن، بعضی ها هم نه، ولی به طور کلی این 12 فروزه اهورایی بعدها تبدیل به 12 امام شدند. و جالب اینجاست که امام زمان که یک ایده کاملا ایرانی و برآمده از دین میترایی است و دین زرتشتی است که آنها قائل در دین میترا قائل به نجات با در واقع ظهور و قیام میترا در پایان تاریخ می‌کردند، در دین زرتشتی قائل به ظهور نجات دهنده یا سوشیانس در پایان تاریخ بودند. و تمام اینها می‌بینید که در اندیشه شیعه تبدیل به امام زمان شده است و کمی عقل‌گرایی یا خردگرایی که از ویژگی‌های دین زرتشتی هست وارد مذهب شیعه شده است. و خیلی از حتی از فقه اسلامی برخی چیزهاش مثل وقف یا غیره همه از در واقع آیین زرتشتی آمده است. و خیلی از رسوم ها، مثلا رسم و رسوم ها مثل سوگ حسین پسر علی که در واقع تمام آداب و رسوم و روش هایش همان سوگ سیاوشان است که در ایران باستان برگزار می شده است. بنابراین یک چنین شباهت هایی وجود دارد و اینها رو ایرانیان انجام دادند که تا دین اسلام رو از اون سبوییتش بکاهند و کمی عقلگرا کنند. و در پایان راز بزرگی رو که در واقع هیچ کس تا حالا به اون اشاره ای نکرده درباره دین اسلام باید گفت، و آن این که دین اسلام ماهیت اولیه‌اش، نه آنچه که بعدها ایرانیان به صورت تشیع در آوردن، ماهیت اولیه‌اش ماهیتی است که به شدت در واقع ضد ایرانی است، تا به جایی که دشمن این دین و در واقع دشمن مسلمان و دشمن دین اسلام، یعنی کسی که به اسلام باور ندارد، کافر نامیده می شود و کافر اسم فاعل از کفر است و کفر معرب گبر است و گبر یعنی زرتشتی. پس این مشخص آن است که از نظر زبانشناسی و از نظر هستی شناسی و چیستی شناسی شما بخواید بررسی بکنید در واقع دین اسلام رو، این دین دینی است که با در اون اسلام اولیه در ضدیت با ایرانی به وجود آمده است که حتی نامسلمان رو گبر و کافر می‌نامیده است که از کفر و گبر می‌آید. و نکته بسیار در واقع مهم دیگری آن است که در سوره روم در واقع قرآن آشکارا از پیروزی از رومیان اظهار خوشحالی می کند و از شکست ایرانیان اظهار خوشحالی می کند و خواهان شکست ایرانیان در جنگ با روم می شود، در آن موقعی که تازه اسلام ظهور کرده است در آیه های اول تا سوم روم. و این یک پرسش بزرگ است، برای اینکه هم رومیان به قول خودشون تابع کتاب بودند، کتاب مسیحیت و انجیل، و هم ایرانیان تابع کتاب و کتاب اوستا بودند. به هر حال زرتشت پیامبر بوده است از دیدگاه حتی اسلامی، ولی کینه و نفرت از ایرانی به حدی بوده است که در قرآن شادی خودش رو از در واقع پیروزی رومیان نشان میدهد و نوید پیروزی آنها را در آینده میدهد. و این مسئله رو هم باید به آن توجه کرد که در اطراف پیامبر یا در اطراف پیامبر اسلام محمد پسر عبدالله دو شخص مرموز وجود داشتند که یکی از آنها را همه میشناسند، سلمان فارسی مزدکی، و دیگری ورقت ابن نوفل پسر عموی خدیجه که یک مسیحی روم شرقی بوده است. وقتی از روم هم من صحبت میکنم، در آن موقع ایران با روم غربی یا روم یا ایتالیای امروزه جنگ نداشته است، مفهوم روم شرقی یا کنستانتینوپول است که مرکزش آنجا بوده است. البته ایرانیان که متوجه حمایت‌های روم از طریق ورقت ابن نوفل در واقع به اسلام و دین اسلام شده بودند، بعدها در دوران خواجه نصیرالدین طوسی این رو تلافی کردند و
ارتش عظیمی از مغولها و مغول تباران رو روانه روم کردند و کنستانتینوپل بدین گونه با در واقع نقشه و تدبیر ایرانیان به دست مسلمانان این بار نه عرب ولی از مغول تبار فتح شد و کل امپراتوری روم از بین رفت ولی ایران باقی ماند. همچنین سوره بقره نیز که این نکته توجهی که باید بشود به سوره بقره نیز مهم است که در واقع نمادی است از همین گاوی که امروز گفتم که به افتخار این گاو که نمادی اهریمنی بوده است در قرآن در واقع ما یک سوره کامل داریم به نام بقره. بنابراین شما ضدیت با ایرانی را در خود کلمه کف که معرب گبر است، در سوره روم که خوشحال می شود از شکست ایرانیان و آرزوی شکست ایرانیان رو می کند و همچنین در سوره بقره که در واقع نمادی است از گاو یا شیطانی که نماد آن و شاخ آن همان هلال و سمبل الله قدیم بوده است رو در واقع شما می‌بینید که این ضدیت با ایران باستان وجود داشته است. و اما در پایان سخن و در پایان این برنامه در واقع به این مسئله باید مانند همیشه اشاره بکنم و با یک شعری از فردوسی بزرگوار و با تغییراتی از اون که خودم ساختم برنامه را تمام بکنم که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.